آقای تقی مجلسی رو که میشناسید، همین که حشیش میزده و حتی موقع رمضان و قبل از رمضان و روزه تطوع هم میگرفته حشیش میزده و در روزه رمضان از ترس مردم نمیزده، شاید پنهانی میزده. پدر امین علامه مجلسی، صاحب دایره المعارف خرافات شیعه بهار الانوار، توهین هایی که به اهل بیت و به صحابه و به غیره کردن که من بارها نشون دادم، پدر ایشون یک کتابی داره، دوستان اینو نشون بدن، روضة المتقین فی شرح من لا یحضر الفقی، مؤلفش هم محمد تقی مجلسی است، کشف الله سره. این در صفحه 23 جلد پنجم. اینجا یک روایتی رو از کلینی میاره، ایشون چیکار میکنه؟ این رو تفسیر میکنه، شرح میکنه. رواه الکلینی فی الحسن کالصحی، روایتش حسن است مانند صحیح. قال قلت لأبي عبد الله، به ابي عبد الله گفتم، اي حج الرجل عن ناسب، آیا یک انسان شیعه به اصطلاح میتونه از ناسبی به جای یک ناسبی حج بکنه، حج بدیل انجام بده؟ داخل پرانتز نوشته آقای تقی، گفته اي غير الاثنى عشری، ناسبی یعنی چی؟ غیر اثنى عشری، او السنی یا سنی، او المعادی لآل البیت یا دشمنان اهل بیت. ناسبی کی است؟ ناسبی غیر اثناشری همه ناسبی هستن، سنی ها ناسبی هستن و دشمنان اهل بیت هم ناسبی هستن. فقال لا، گفت که نه. ابی عبدالله تهمت میزنه اینجا به امام جعفر صادق، ایشون گفت نه. فان الجمی کفار، همه اینها چی هستن؟ کفار هستن. لا ينتفعون بعباده، به اینها عبادت کردن اینا نفعی برای اینا نمیرسانه، یعنی نماز بخونه، روزه بگیره، حج بکنه، صدقه بده، زکات بده، فایده براش نداره، چون در اصل کافر است. همه این عبادت ها رو انجام بده مثل یک کافری که بره مثلا همه اموالش رو صدقه بده، نفعی براش داره نداره. ولا يجوز السعي في تخفيف العذاب عنهم ايضا، همچنین نباید ما کوشش بکنیم که عذاب رو بر آنها کم بکنیم، یعنی به جای اونها عبادتی رو انجام بدیم، چی میشه؟ تخفیف میشه از عذابشون، نباید این کارو بکنیم. بل یستحب اللعن علیهم، حالا یستجب هست یا یستحب است، اللعن علیهم، بلکه واجب است یا لازم است یا مستحب است که اینها رو لعن بکنیم. این نظر ملا تقی مجلسی، پدر ملا باقر مجلسی است، همین که حتی در رمضان ها و غیر رمضان ها هم ایشون حشیش می زدن. کتاب جواهر که ایشون بهش استناد کرد، این کتاب از دوستان، بله، کتاب جواهر الکلام شیخ الفقها و امام المحققین شیخ محمد حسن نجفی، در صفحه 62 در اینجا گفته ان المخالف اهل الحق کافر، مخالفین شیعیان یا اهل حق کافر است، فیجب ان یکون حکمه حکم الکفار، حکم بر آنها مانند حکم کفار است. در ادامه در اینجا میگه والمخالف لاهل الحق کافر بلا خلاف بیننا، میگه که مخالفین شیعه کافر هستند بدون هیچ اختلاف در بین شیعیان. و در کتاب الانوار النعمانی در اینجا دوستان عزیز این رو هم نشون بدن، سید نعمت الله جزائری در این کتاب هم در صفحه 210 در مورد ناسبی صحبت میکنه که نجس است و کافر است و نکاح با اونا جایز نیست. بعد در اینجا میگه که ان الائمه علیهم السلام و خواصم اطلقوا لفظ ناسبی علی ابی حنیفه، ائمه و خواصشون، یارانشون به ابو حنیفه رو ناسبی میدانن و امثالهی
معنا الابا حنیفه لم یکن ممن نسب العداوه الى اهل بیت، در حالی که ابو حنیفه دشمنان اهل بیت نبود، بلکه همون اعتقاد اصلی که هر کس که اثنا عشری نیست ناسبی است. بعد در اینجا در همین صفحه دوستان اگر زوم بکنن، اینجا میگه که روا شیخ الطائفه که در اینجا در کتاب تهذیب به سند صحیح از امام صادق گفته که خود مال ناسب حیث ما وجد، مال ناسبی رو هر کجا یافتی بگیر، و بعث الینا بالخمس، و خمسش هم برای ما بفرست. و در اینجا در صفحه 212 میگه که اما اطلاق اسلام علیه این فی بعض روایات فلضرب من التشبیه والمجاز، میگه مجازن ما به اینا مسلمان میگیم در بعضی جا اگر که به اینا مسلمان گفته، و التفاتا الى جانب التقیه التي هي منات عدل احکام، میگه که به خاطر تقیه، چون اعتقاد به تقیه داریم، ما به اونا میگیم مسلمان، و الا حکم همون حکم است. و اینم در ادامه میاره داستان همون 500 نفری رو که یکی از شیعیان در دربار عباسیان میکشه و بعد عذاب وجدان که میگیردش، به امام کاظم مینویسه که من این کارو کردم، چیکار باید بکنم؟ میگه اگر قبل از اینکه این کارو کردی با ما مشوره میکردی چیزی بر تو نبود، اما الان که این کارو کردی به خاطر هر شخص یک گوسفندی رو کفاره بده، و تیس و خیر منه، گوسفند از اون بهتر است، از اون سنی. بعد این آقای سید نعمت‌الله جزائری که بزرگ داشت براش میگیرن در ایران، میگه که ببین این دیه ناچیز رو که معادل دیه برادر کوچکشان سگ شکاری هم نمیشه، و همچنین معادل دیه برادر بزرگشون یهودی و مجوسی هم نمیشه. یعنی سنی، برادر کوچکش سگ، و برادر بزرگش یهودی و مجوسی. این اعتقاد نصرانی و یهودی و مجوسی، این اعتقاد آقای سید نعمت‌الله جزائری است که بزرگ داشتم آقای خامنه‌ای براش میگیره هر سال در ایران. من شاید بیش از 2300 صفحه دارم از کتاب‌های اینا در تکفیر اهل سنت و مخالفین شیعه که بارها در برنامه نشون دادم. اگر بازم قانع نشده باشن عزیزان شیعه که تماس میگیرن، میتونم من مدارک بیشتر رو در این مورد نشون بدم. پس همونطوری که آقای کمال حیدری میگه، سبب وجود آمدن داعش و این گروه هایی که الان شیعه رو سر میبرن و میکشن اینه که خب این چیزها رو شما در کتاباتون نوشتید، علماتون در منابر میگن، در بین مردم پخش میشه، و سبب اصلی به وجود آمدن این گروه ها خود شما هستید. اگر وحدت واقعی میخواید بیایید از این مسائل اعلان براءت بکنید. اما کفر و نفاق و تقیه که امثال قزوینی داره که میاد میگه بله ما عزیزان اهل سنت، نه انفسنا اهل سنت. این مسئله را آیت الله کمال حیدری جواب داد که اینا که این میگن به خاطر این است که سلطه ندارن بر اهل سنت. اگر سلطه پیدا بکنن همون کاری رو میکنن که در زمان مغول وزرای دربار عباسی، شیعیانی که ابن علقمی و خواجه نصیرالدین طوسی و اینایی که کردن، بغداد رو تسلیم کردن به مغول و اهل سنت رو قتل عام نمودن. Oh, my God.